پنجا و هفتمین محکومیت رژیم آخوندی از سوی ملل متحد در کمیته سوم مجمع عمومی به تصویب رسید خانم رجوی با استقبال از پنجا و محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در ملل متحد جامعه جهانی را به ترد رژیم ملایان فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران ضمن استقبال از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در مورد نقض جدی و مستمر حقوق بشر در ایران گفت این قطعنامه اگرچه ناکافی است و تنها بخش ناچیزی از جنایت های هولناک ملایان علیه مردم ایران را در بر میگیرد مبین اجماع جامعه جهانی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران است و یفسود در شرایطی که هزاران تن از آزادی خواهان ایرانی به پا خواسته علیه نظام منفور ولایت فقیه در زندان های قرون وسطایی این رژیم به مرگ تدریجی محکومند رابطه و معامله با این رژیم به طور مضاعف نامشروع است هر گونه ادامی رابطه با این رژیم می باید به قطع کامل سرکوبی و بهبود کامل وضع حقوق بشر در ایران مشروط شود خانم رجوی گفت رژیم آخوندی شایستگی زندگی در خانواده ملت ها را ندارد و باید از آن ترد شود این رژیم امنیت و صلح و ثبات در جهان به ویژه منطقه خاور میانه و عراق را نشانه گرفته است افشای اخیر هزاران سند از جنایت های رژیم در عراق بیش از پیش بر این حقایق مهر تأیید میزند رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت تنها راه برخورد با رژیم آخوندها اعمال یک سیاست قاطع و تحریم های همه جانبه سیاسی، اقتصادی، نفتی و تکنولوژیک است هر گونه تعلل و کارشکنی در این زمینه خواسته یا ناخواسته هم را در منطقه و جهان به خطر میاندازد؟ و هم به کشتار و سرکوبی مردم ایران مدد میرساند دبیرخانه شورای ملی مقاومت در ادامه این اطلاعیه می جدیدترین قطنامه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد علیه نقض حقوق بشر در ایران نگرانی عمیق خود را از نقض جدی و مستمر حقوق بشر توسط رژیم آخوندی از جمله استفاده مفرط از زور، بازداشتهای خودسرانه، اعمال شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و اهانت‌آمیز، یا مجازاتهای قطع اعضای بدن، همچنین شکنجه و های خشن برای دستیابی به اعترافاتی که بعدن در دادگاه های رژیم مورد استفاده قرار میگیرد، همچنین افزایش چشمگیر اعمال مجازات مرگ و اعدام در ملع عام وجود دست کم 25 نفر زندانی محکوم به مرگ به اتهام محارب توسل به مجازات سنگسار اعدام مجرمان نوجوان و وجود 150 نوجوان در انتظار اعدام و اعمال مجازات در مورد کودکان تبعیز فراگیر و نهادین شده نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان و عدم تأمین حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی را محکوم کرده است رژیم آخوندی از ماها پیش در تهران و پای مختلف و در ژنو و نیویورک که مستقیم و چه از طریق دیگر ناقضان حقوق بشر با تهدید و تطمی تلاش کرد از تصویب این قطنامه که پنجا و هفتمین قطنامه ملل متحد است جلوگیری کند.